بسم الله الرحمن الرحیم. در این ویدیو آموزشی می خواهم که فرامین گروپ اجازه بدن کار کنم. خب انزرتب قبل از همه می خواهم فقط معنا کنم. انزرت درج کردن، اضافه کردن و آوردن، و ما می خواهم که بعض موارد دیگه درج کنیم، اضافه کنیم، از انزرت استفاده می کنیم. در قدم اول ما شما کاور پیج داره که پشت اسناد گفته میشه. قبل از اینکه برم کاور پیج بر شما کار کنم، در اینجا فرمول پاراگراف درج میکنم، مساوی آر ای ان دی. چون میخوایم که دو سه صفحه تشکیل شوه، باید مقدار زیاد پاراگراف درج کنم، بس 20 پاراگراف و انتر درج میکنم که او یه دخل دو صفحه شد. و اتا فرض کنید که شما یک مونوگراف یا گزارش نشتن میکنید که صفحه اولش پوشش هست، پس دو سه کور پیجز بین و هر پوشی که دوست دارین، هر کور که در صفحه اول میخواید قرار بدین انتخابش کنید. البته کورهای مختلفی هست، یکشان انتخاب میکنم. بعضی که انتخاب کردم فقط دیزاینش کفایت نمیکنه، فقط که انتخاب کنیم همه چیز نمی باشه، به خاطر بعضی چیز رو باید ایدت کنیم، یعنی تغییر بدم. مثلا انوان نداره، باید انوان درج کنم، نشتم میکنم ورده 2013 فرد مثلا، و در سب تایتل نشتم میکنم انزرت تب پیجز آپشن. در قسمت پایین میام ببینم که کدام اطلاعات دیگه هم نیاز دارم. خب در اینجا نشته از دیت، تاریخ شو باش سلک کنم، پس در این علامت کلیک میکنم، Today سلک میکنم هر تاریخ که امروز هست، و اسم کمپانی رو میتونم هر چی که بگذارن اختیار خودتان، AKBTC کمپانی ادرس نشته میکنم افشار سیلو و ادامه دارم. خب خیلی خوب، کاور پیج ما شما سلک کردیم، حال وقتش از که رو عوض کنیم، تغییر بدیم. یعنی من فرض کنیم که امروزی قانونی نیستم، یک کور پیج دیگه میخوایم انتخاب کنم با صفحه اول خود، پس در اصل دوباره در کور پیجز میرم و شکل دیگر انتخاب میکنم. اگر ایرم قبول نداشتین، حداقل هر دیزاینی که دوست دارین خود سکرول کنین و برین سلکتش کنین. و چیزی که بسیار جالب است که به نظرتون میرسه این است که یک بار که شما اطلاعات نشته کردین، نیاز نیست که بار دیگر نشته کنین، یعنی در هر صفحه خودکار خودش تغییر میکنه، فقط شما نیاز دارید که انتخاب کنید. خب اینا رو فرض کنید که این کاور پیج رو کسی دیگه دیزاین کرده و شما میخواهید که دمی داکیومنت این رو پاک کنید، این کاور پیج نباید باشه، پس آپشنی وجود داره در کاور پیج که اسمش ریموو کرن کاور پیج است، یعنی پاکش کردن میتونید، فقط انتخاب پاکش کنید. بخیر، برسیم بعد از کاور پیجز به بلانک پیجز و پیج بریک برسیم. اگر میخواین در بین هر دو موضوع یک صفحه خالی تشکیل شود، پس میدونین که از بلانک پیجز استفاده کنین. میتونین یک صفحه خالی تشکیل بدین، کنترل زی میکنم. فرض مثلا ما در مرکز موضوعات هستم، میخوام یک صفحه خالی باشه بینشان، بلانک پیجز یک صفحه خالی موضوعات بعدی. و اگر تنها میخوام که بعد از این موضوعات، یعنی موضوعاتی که اینجا درج است، فقط در صفحه بعدی حرکت کنن، پس از پیج بریک استفاده میکنن. یعنی فقط اگر میخواین که نصف معلومات در دیگه صفحه حرکت کنن، پس از پیج بریک استفاده کنن. این بود بخش پیجز.